خبر فوری، تیراندازی بالای کاروان عبدالعبدالله در بغلان. دوستان عزیز سلام، باز هم به یکی از ویدیوهای ما خوش آمدید. لطفاً تا پایین ویدیو با ما باشید و چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. در منطقه کلگای ولایت بغلان بالای موتر رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی تیراندازی صورت گرفته است. با گزارش آریانا نیوز، لحظات پیش بالای کاروان عبدالعبدالله رئیس اجرایی کشور در ساحه دشت کلگای ولایت بغلان از سوی افراد مسلح ناشناس تیراندازی صورت گرفت، اما به کسی آسیبی نرسیده است. پیش از این امروز عبدالعبدالله در جمع هوادارانش در بغلان سخنرانی و تاکید کرده بود که تنها آرای پاک را میپذیرد. یادآوری میکنیم که عبدالعبدالله دیشب از هوادارانش خواست تا اجازه بدهند آرای هفت ولایت با شماری شود. با گزارش روزنامه 8 صبح، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی و رئیس دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در سخنرانی در جمع هوادارانش در ولایت بغلان اعلام کرد که نتیجه تقلبی را در انتخابات در هیچ مرحله از این روند قابل قبول نیست و باید کمیسیون مستقل انتخابات قانون را عملی کند. رئیس دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در جمع هوادارانش در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان که از 18 عقرب به این سو به دنبال آغاز بازشماری و تفتیش آرا در برخی از محالات رایدهی اعتراض کرده بودند، موضع آنها را برحق خواند و تأکید کرد که حکومت آلوده به تقلب را نمیپذیرد. با گفته عبدالعبدالله، زعیم آینده باید توسط آرای پاک مردم تعیین شود. هواداران دسته های انتخاباتی در هفت ولایت پنجشیر، بدخشان، بغلان، تخار، فاریاب، جوزجان و سمنگان مانع بازشماری آرا شده بودند. این اعتراض ها همزمان با آغاز بازشماری آرا در 8000 محل رایدهی در سراسر افغانستان شکل گرفت. عبدالله عبدالله و چند دسته انتخاباتی دیگر مخالف بازشماری آرا بودند. استدلال مخالفان این بود که کمیسیون مستقل انتخابات بدون ابطال 137000 رای مبهم و 102000 رای خارج از زمان رایدهی بیش از 2400 مرکز فاقد اساس بایومتریکی را نیز وارد روند بازشماری کرده است. عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری شام روز جمعه از هوادارانش در هفت ولایتی که دروازه های کمیسیون های انتخاباتی را بسته بودند خواست تا روز یکشنبه 24 قوس اجازه بازشماری آرا را بدهند. او گفت که این تصمیم بنا بر خواست کمیسیون شکایت انتخاباتی و به هدف نشان دادن حسن نیت گرفته شده است و به هیچ عنوان به معنای قبول مشروعیت 300000 رای مورد مناقشه نخواهد بود. رئیس دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در سخنرانیش در بغلان نیز تاکید کرد که تا آخر مبارزه میکند و حکومت تقلبی را به هیچ وجه نمیپذیرد. پس از اعلام عبدالله عبدالله، کمیسیون مستقل انتخابات نیز گفته است که روند بازشماری آرا را در هفت ولایت روز یکشنبه 24 قوس آغاز میکند. این کمیسیون پیشتر مخالفت با بازشماری آرا در هفت ولایت را یکی از دلایل اصلی تاخیر در اعلام نتایج انتخاباتی افغانستان عنوان کرده بود. از سوی دیگر هواداران دست انتخاباتی ثبات و همگرایی در بلخ تظاهرات کردند. با گزارش روزنامه 8 صبح، هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی بر ریاست عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری امروز شنبه 23 قوس در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان خواهان تامین شفافیت انتخابات و ابطال 300000 رای شدند که از دیدانها تقلبی و مشکوک است. در این تظاهرات محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی و ارسلان دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی نیز حضور دارد. هواداران دسته ثبات و همگرایی از 8 قوس به این سو یک رشته راهپیمایی ها را در کابل و ولایات برگزار کردند. این تظاهرات در حال برگزار شده است که عبدالله عبدالله شام روز جمعه در یک نشست خبری از هوادارانش خواست که اجازه بازشماری آرا در هفت ولایت شمالی و شمال شرقی را بدهند.
روند بازشماری آرا در 8 عقرب آغاز شد. این روند در 27 ولایت تکمیل شده است، اما در 7 ولایت از جمله بدخشان، پنچیر، بغلان، فاریاب، تخار، جوزجان و سمنگان متوقف شده است. کمیسیون یکی از دلایل عدم اعلام نتایج ابتدایی را توقف بازشماری در این 7 ولایت عنوان میکرد. عبدالله شام روز جمعه گفت که برای رفع بهانه کمیسیون مستقل انتخابات از هوادارانش میخواهد که اجازه بازشماری را بدهند. او اما تاکید کرد که نتایج تقلب را نمیپذیرد. طبق گزارش عبدالله در سفرش به ولایت شمالی قرار است با هواداران معترض خود ملاقات کند. این در حالی است که به گزارش روزنامه 8 صبح، کمیسیون شکایت انتخاباتی که نقش محکمه انتخاباتی را دارد، 1 ماه و 22 روز پس از ایجاد تنش‌های انتخاباتی وارد میدان شده است. مسئولان این کمیسیون رای حل بحران کنونی انتخابات ریاست جمهوری را گفتگوهای مسالمت‌آمیز عنوان می‌کنند و می‌گویند که در پیوند با 300 هزار رای جنجالی به زودی تصمیم خواهند گرفت. در همین حال پیوند کمیسیون شکایت انتخاباتی روز جمعه 22 قوز میزبان نشست مشترک اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، احزاب سیاسی و نهادهای ناظر بر روند انتخابات بود. طرف های داخل در روند انتخابات موضعشان را در یک نشست علنی اعلام کردند. بحث ها در این نشست 5 ساعته روی 300 هزار رای جنجالی، چگونگی بازشماری آرا و چگونگی اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری میچرخید. نمایندگان شماری از دسته های انتخاباتی یک بار دیگر روی موضع سابقشان پافشاری کردند و کمیسیون مستقل انتخابات درباره اعتباردهی به 300 هزار رای جنجالی خواستار توضیحات شدند. اسدالله سعادتی معاون دست انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله گفت 102 هزار اطلاعات بایومتریکی که از سوی شرکت درملوک آلمانی خارج از زمان رایدهی گزارش شده است باید پیش از اعلام نتایج انتخابات باطل اعلام شود. او همچنان از کمیسیون مستقل انتخابات خواست که 137 هزار رای اطلاعات بایومتریکی دیگر را که به گفته این دست انتخاباتی تقلبی هستند به بازشماری ویژه بفرستد. آقای سعادتی تاکید کرد که تا زمانی که به خواست این دست انتخاباتی پاسخ قناعت بخش از سوی کمیسیون مستقل انتخابات داده نشود، هواداران این دست انتخاباتی اجازه بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری را در 7 ولایت شمالی کشور نخواهند داد. کمیسیون مستقل انتخابات اما یک بار دیگر اعلام کرد که هیچ دلیلی برای ابطال این آرا وجود ندارد و این کمیسیون طبق قانون، لوایح و طرز عمل‌های موجود این آرا را معتبر شناخته است. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات از دست انتخاباتی ثبات و همگرایی خواستند که مانع بازشماری آرا در ولایت‌های شمالی و شمال شرق کشور نشوند و اعتراضشان را در پیوند با آرای جنجالی پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی ثبت کنند. دست انتخاباتی ثبات و همگرایی اما می افزاید در صورتی که به این آرا اعتبار داده شود کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی آن را بازشماری و تفتیش نخواهد کرد، زیرا این آرا از سوی کمیسیون مستقل انتخابات معتبر دانسته شده است. بر اساس توضیحات مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات 102 هزار رایی که خارج از زمان رایدهی گزارش شده است در روز انتخابات ششم میزان در دستگاه ثبت شده، اما زمان و تاریخ دستگاه انگشت‌نگاری درست تنظیم نشده بود. از همین رو شرکت آلمانی در ملوک گزارش داده است که این آرا خارج از زمان در دستگاه ها ثبت شده است. این کمیسیون همچنان 137 هزار رای جنجالی دیگر را بعد 12 بخش مختلف تقسیم کرده و گفته است که به سبب مشکلات تکنیکی در گزارش دهی کمیسیون مستقل انتخابات به شرکت درملوک این تفاوت در ارقام به میان آمده است. یکی از اختلاف های دیگر که میان دست انتخاباتی ثبات و همگرایی و کمیسیون مستقل انتخابات وجود دارد اعتبار دهی به آرایی است که احتمال تقلبی بودن آنها وجود دارد. کمیسیون مستقل انتخابات فیصله کرده است که آن عده از صندوق‌های رایدهی که بین جدول نتایج و اطلاعات بایومتریکی آنها از 1 تا 5 رای تفاوت وجود داشته باشد نیاز به بازشماری ندارد. دست انتخاباتی ثبات و همگرایی اما ادعا دارد که تفاوت ارقام در جدول نتایج صندوق‌های رایدهی و اطلاعات بایومتریکی آن نشان از تقلب است و طبق قانون انتخابات آرای این صندوق‌ها باید ابطال و یا بازشماری شود. اورنگزیب کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات اما گفت که این موضوع در طرز العمل بازشماری آرا حل شده و روی آن پیش از برگزاری انتخابات ششم میزان تصمیم گرفته شده است.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششمین میزان برگزار شد و تا هنوز نتایج ابتدایی آن اعلام نشده است. دوستان عزیز، سپاس از اینکه تا پایین ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً برای ویدیوهای تازه و جالب ما چنل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید. همچنان ما منتظر پیشنهادات و انتقادات سالم شما جهت بهبود برنامه‌های بعدی ما هستیم. تا ویدیو و مطالب بعدی، بدرود.